ببینید یک مسئله ای که ابن سینا در فلسفه مشکل پیدا کرد همین بود. ایشون میفرمود چطور میشه معاد جسمانی باشه و خلوت هم داشته باشه، هم معاد جسمانی باشه یعنی قیامت ماده باشه، فیها خالدون هم باشه؟ نمیشه، ماده خالد نمیشه، ماده متحول، خالد نیست اصلا. میگم نمیفهمم. در شفا داره، ایشون اونجا میفرماد من نمیفهمم، عیبی نداره، صادق مصدق فرموده من قبول دارم، پیغمبر گفته، قرآن گفته، قیامت خلود هست، ماده هم هست، من قبول دارم. خیلی هم خواستن ثابت کنن چطوری خلود با ماده جمع میشه، نمیتونستن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای الهی، میفرمود اینی که ابن سینا میگه من نمیفهمم، از اینا که میگن ما میفهمیم بهتره، چون ابن سینا فهمید که نمیفهمه، ولی اینا نمیفهمن که نمیفهمن، الکی حرف میزنن. آخه ماده و خلود، ماده همش تسرم، تبدل، تغییر، ماده خلود نمیتونه داشته باشه. میفرمود ابن سینا فهمش بیشتر از ایناست، با اینکه گفته نمیفهمم، میگه نمیفهمم، پیغمبر گفته، قرآن گفته، قبول دارم. اما اینا همه گفتن میشه ماده، چجوری میشه ماده خالد بشه؟ تمام اقشار فلسفی رو ما وقتی که تو فلسفه کتاب ها رو دنبال میکردیم، این بحث ها رو دنبال میکردیم، تمام اقشار فلسفی رو بردیم، دمه یکیشون نمیفهم. ما اومدیم چیکار کردیم؟ مشکل حل کردیم، چون ابن سینا میگه من نمیفهمم، نمیشه به این راحتی ازش بگذاریم. اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم که اصلا ماده چیز به نام ذات نداره، ذاتی نیست. همین ذات که تو فلسفه کشیدیم بیرون، اصلا ما ذات نداریم. اسم ذات، اسم معنا، حرفای بی خودیه. الرجل اسم ذات، العلم اسم معنایه. اصلا رجل ذاتش نداره، ذات یه دونه صمده، خدا فقط ذات داره که وجوده. ما تعیناتیم، ظهوراتیم، فعلاتیم، ما با تبدیل تغییر میکنیم. خب حالا پس ما ذات نداریم. پس یه اشکال ابن سینا این بود که میگفت تسرم ذاتی ماده است. خب این که تسرم ذاتی ماده، اگه همین ماده تو قیامته که میگی نصوی بنانه، من خطاشم میچینم، پس خلود نمیتونه داشته. ما اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم نه، اصلا ماده ذاتی نداره، این ماده بر اثر عوارض لوازم تغییر صفات پیدا میکنه، همینجا اینطوره. الان شما یه گوشتی رو بذارید سر کوه، بعد یه هفتگی تو آفتابه این پودر میشه، خوش میشه، میریزه، بو هم نمیده، نمیگندم، چون تراکم انرژی این رون گوشت رو خوش میکنه، میریزه، پودر میشه، میره. این زغالی که سوخته میشه خاکستر میشه، این گوشت این خاکستر میشه. حالا همین گوشت رو بیارید بذارید تو فریزر یه سال، دو سال، سه سال، نه پودر میشه، نه خاکستر میشه، همینطوری میمونه. شما همین گوشت رو ببر تو یک جای دربسته، سربسته، زیرزمینی، بعد دو روز بو میگیره، میری میبینی بو میاد، یه حیوان اینجا مرده یا یه گوشت اینجا گوشتی مرده. خب این سر کوه اونطوری میشه، تو فریزر اونطوری میشه، تو زیر زمین اونطوری میشه، تو جاگوشتی یه جور دیگه میشه. این ذاتی نداره، بر اساس شرایط و خصوصیات مکان این تغییرات حاصل میشه. حالا همین ماده چون ذاتی نداره، تو قیامت که میره خلوت پیدا میکنه، بر اساس جو قیامت، بر اساس خصوصیات و صفات قیامت، همین ماده ذاتی میشه، چون ماده یه نشیه، شما هر چی بهش فعلیت بدی همونو میپذیره. تو فریزر ببریش یه جوره، تو زیر زمین ببریش یه جوره، سر کوه ببری یه جوره، بخوریش یه جوره، نخوریش یه جوره. پس در قیامت هم ماده هست، هم ماده خالده هست. چرا؟ چون شرایط قیامت یه جوریه، مثل یخچال، مثل فریزر، مثل سر کوه، اینا یه صفاتی پیدا میکنه که این ماده
خلوت پیدا میکنه، با تبدیل خلوت پیدا میکنه. شما آب حرکت میکنه، آب میره که میره، همش میره. شما میتونی یه کار کنی که آب میره که نمیره، میره که برمیگرده. الان فواره درست کردی، همین آب میره بالا میرزه، دوباره میره بالا میرزه، دوباره میره بالا میرزه. بنا شد آب بره که بره. خب ما راه رفتنشو تغییر دادیم. آب چی گفته میره که بره؟ آب رو شرایط خودش حرکت میکنه. حالا این شرایط طبیعی باشه یه حرکت داره، غیر طبیعی باشه یه حرکت، صنعتی باشه یه حرکت داره. ما میتونیم حرکت آب رو که میگفتیم حرکت پرتلاش طولی، ما میتونیم این آب رو به انعکاس بمبش کنیم. بمب یعنی چی؟ همین آب رو، همین آب این خمپاره عمل بکنه بر اساس سرعت و برگردون انعکاس این آب. تمام این اکسیژن و هیدروژنش با هم درگیر میشن، میجنگن، بمب میشه. جهنم چجوری میشه؟ جهنم میشه اینطوریه. بهشت چجوری میشه؟ اونطور نرمه، اونطوریه. ابن سینا متوجه این معنا نبود که ما اصلا چیز ذاتی نداریم. حالا آدم عاقلی هم بوده، میگفته آقا ذاتی با خلود ماده خالده نمیشه باشه، پس نمیفهمم. این که میگفته میفهمم، اینم نمیفهمم. ما اومدیم ذاتی رو ازش کشتیم بیرون، مثل اینکه از سنگینی جسم رو سنگینیش کشت. جسم سنگینی نداره، جسم یه سری مواده. خب حالا پنبه هم همون مواده، خیار و پیراهن هم یه هش مواده. هیچ فرقی بین پیراهن و خیار نیست. تحت شرایط همه جذب یکدیگر میشن، ورژن های جدید به خودشون میگیرن.